با درود. نشد که برم. با درود به ملت عزیز ایران، امیدوارم که هر جای دنیا هستین خوب و سلامت باشین. امیدوارم که دلاتون شاد باشه، همیشه در پناه خداوند باشین. خب عزیزان، الان در اروپا شبه، در ایران هم شبه، البته اروپا غروبه، ایران شبه، به امریکا صبح، هر جا به وقت خودش. امیدوارم که نشستین، چایاتون هم براه هست، بدارین ما رو میبینین، به برنامه ما رو هم سپورت بکنین، چایاتون هم بخورین که از کلام خداوند براتون میگم. به هر حال بذار برنامه رو با دعای آغاز بکنم بیام خدمت شما عزیزان. خداوند عزیزم، شکرگزار و سپاسگزارم برای این وقتی که به من میدی خداوند. شکرت میکنم که میتونم خداوند نام قدوس تو رو جلال بدم. شکرت میکنم ای خداوند که دست پر از مهر و محبتت روی برنامه من هست ای خداوند. ای روی پاک مسیح خداوند، این برنامه رو کنترل بکن، هدایت بکن، به حمایت بکن، به تحت پوشش نام قدوس خودت قرار بده ای خداوند. قلبا رو آماده بکن وقتی کلامتو میشنون ای قدوس، به کلامت ایمان بیارن ای خداوند، به تو خداوند زنده رو بشناسن تا بدونن که زندگی همه ما با تو چقدر شادی داره ای خداوند. شکرت میکنم، همه اینا رو در نام قدوس عیسی مسیح طلبیدم، آمین. خب عزیزان شمالی، شما چطورین؟ برای خوبین؟ شمی اول چطوره؟ همه چیز خوبه؟ برا زندگی پیشنه؟ خوش گذرنشیم یه به؟ خیلی خوب، دونم که همه برنامه هم نگاه کردین، بالاخره گیلونین لایجونین به خصوص همه رو سپورت بکنین. میخوام که یه فیلمی دارم یاسر جان عزیز، اگه آماده باشه اون فیلم بهتون نشون بده، بعد میام باهاتون صحبت میکنم. بگم خواهد میاد ما میسید اون دو سه سه تا باجر نه تا نمیرسه به آقای روحانی، این فیلمه بگیر بفرسه. من یمنم، من سوریه، من لبنانم، به من چه که اونا گوش نشونه، منم بچم گوش نشه، ملتم گوش نشه. آبی همه دوزن، به من چه که دوزن، برن از این مملکتو، من داریم بهشون میگیم برید، نمیرن، نه با میخورن، بیان برن، همه با هم اتحاد داشته باشین، منافق نباشین. نمیتونیم، امریکا گفته داروتون میدم، قضاتونم میدم، من مریض دیابتی هم، دارون گیر نمیاد، ملت گشنن. شما با من میگید احاد به نزلی نترسید، بگید الله اکبر، میرسته به گوشه. الان قشنگ میبینی آقای خامنه، آقای خامنه، تاریخ مصرفتون تموم شد، برو دست خدا، ما گشنه ایم، گشنه ایم. با درود دوباره عزیزان، دیدین این برنامه رو؟ مردم ما دردشون بسیاره، دنیا در تلاطمه، باور بکنین دنیا در تلاطمه. اینم یک گرفتاری، این یکی از گرفتاری‌هایی است که توی ایران هست. دارو تحریم نیست، مرد دیابتیه، نمیدونم یه نفر سرطان داره، یه نفر نمیدونم فشار و خون داره، یه نفر بالاخره هزار درد مرض است توی این دنیا. دارو تحریم نیست، ولی نگاه میکنین که دارو نمیدن به مردم، میخوام بگن که ما تحریمیم. همه دروغ، فقط ریا و دروغ و کلک و فقط این چیزا براشون مهمه، چیز دیگه براشون مهم نیست. اینه فقط بهتون نشون دادم که شما ببینید مردم درد دارن، واقعا درد دارن. ولی قبل از که برنامه رو شروع بکنم، بذار من از مزامیر سیفت، از یه مزامیر براتون بخونم چند تا آیه، ببین خداوند چی میگه به ما. میگه به سبب بدکاران خود را آزرد خاطر مکن، بر آدمهای شرور حسد مبر، آنها مانند علف بیدوام به زودی پژمرده شده از بین خواهند رفت. بر خداوند توکل نما، به نیکویی کن تا در زمین خود در کمال امنیت زندگی کنی، با خدا خوش باش
و او آرزوی دلت را به تو خواهد داد. خودت را به خداوند بسپار و بر او تکیه کن و او تو را یاری خواهد داد. او حق تو دفاع خواهد کرد و خواهد گذاشت حقانیت تو مانند روز روشن بر همه آشکار شود. در حضور خداوند سکوت نما و با صبر و شکیبایی منتظر اعمال او باش. به کسانی که با نیرنگ و حیله در زندگی موفق می شوند حسادت مورز. خشم و غضب را ترک کن. خاطر خود را آزرده مساز تا گناه نکنی. کسانی که در انتظار خداوند را می کشند از برکات او برخوردار خواهند شد. اشخاص شرور چندان دوامی نخواهند داشت. مدتی خواهند بود ولی بعد از نظر ناپدید خواهند شد. اما اشخاص فروتن از برکات خود برخوردار خواهند شد و زندگیشان با صلح و صفا توهم خواهد بود. این مزامیر سیاب بود که کلام خداوند میگه. واقعا به مردم نگاه بکنیم، اون که داره میدزده پولا رو میبره چپاول میکنه، به اون نگاه بکنیم. ای بابا اون این همه پول داره زندگی. نه، باور بکنین زندگی ها در درونشون داغونه. باور بکنین در درونشون زندگیش شادی ندارن، درونشون آتشه. اون بدبختی مردم بهتون نشون دادم، اینم خوندم که خداوند به شما چی داره میگه. ولی این روزا به حدی دنیا در تلاطمه، همه جا شلوغه، همه جا هر که به هر که خودش، هر که هر کاری دلش میخواد داره میکنه. ترکیه دلش میخواد هر کسی میزنه، ایران میره تو عراق میزنه، تو سوریه میزنه، توی لبنان میزنه، هر کس دلش بخواد آشوب داره تو خاورمیانه برپا میکنه. یعنی زندگی، ببین جنگ جهانی فکر کنم به این زودی باشه. باور بکنین، چون هیچ کس حرف هیچ کسی نمیخوره. اردوغان میگه که اگه من اونا رو نزنم، تهدید میکنه به اروپایی ها، اگه نزنم مرزا رو باز میکنم، 4 میلیون آواره سوری اونجا هستن، همه رو میفرستم توی کشورهای خودتون، هر کاری میخواییم بکنیم بکنیم. یعنی میگه خفشین، حرف نزنین، من هر کاری میخواد دلم میخواد باید بکنم. یعنی همه هم دیگه رو دارن تهدید میکنن، این کشور اون کشور رو تهدید میکنه، از اینجا اونجا رو تهدید میکنه، همه دارن همدیگه رو تهدید میکنن. این چی رو نشون میده؟ آشفته بازار چی رو نشون میده؟ جنگ نشون میده. معلومه که جنگ جهانی سوم شروع میشه. معلومه که اگه عاقل نباشن همه زمین از بین میره. به خداوند به زودی میاد، به خداوند زمین رو ویران میکنه براتون. حالا که اینا همه به جون هم افتادن، خداوند دستش میذاره روی زمین، زمین رو ویران میکنه. ببین این دیکتاتوری هایی که همه توی کشورشون دیکتاتوری، از آسمان که نمیان این دیکتاتوری ها، که میان این دیکتاتوری های من و شما دیکتاتور میکنیم اونا رو. من و شما هندوانو زیر بغلشون میذاریم دیکتاتور میکنیم، بعد همین دیکتاتور رو جایی میبریم که بزنه تو سر ما، نذاره دیگه نفس بکشیم اصلا. بلا فکر بکنی همه از آسمان این دیکتاتورها میان اینجا. بذار شعر ما رو هم بخونیم که یادمون نره شعر ما رو بخونیم. شعر بخونیم بیایم براتون صحبت بکنیم. تازگی هم شنیدم که توی ایران نونوایی ها آردی که میدن، مثلا 1 تن آرد گندم دارن میدن نون درست بکنن، 100 کیلو توش خاک و شم میزنن. آخه این دیگه واقعا، این رژیم اصلا واقعا نمیدونم
این همه پول داری میدزدین، آخه این مردم هم کاری کرده با این مردم، مردم هم همه همینجوری ریاکار و غالطاق شدن. آخه این نونی که مردم میخورن توش خاک و شن میریزین، آخه بی انصاف، آخه چی میگین شما؟ یه نون مردم میخورن خاک و شن، اصلا تعجب کردم خودش. مردم که تو ایران میگفت باور بکنین توش خاک شنه، یعنی شما نگاه بکنید مردم هم نون دارن میخورن با خاک با شن. نون شیرمال میشه. واقعا خنده نداره، اینا گریه داره، بدبختیه، اینا همه بدبختیه. ملت ما نمیدونم تا کی باید نظارگر این چیز همه این چیزها باشن. بزرگترین پیروزی ایران الان میدونی چی شد؟ بازم خوبه دم خانوما گرم، بزرگترین پیروزی ما این شده بعد 40 سال که 200 نفر توی یک دونه محوطه توی آزادی محوطه زندان درست کردن، خانوما برن اونجا بشینن، آقایون رو نگاه بکنن که فوتبال دارن میکنن. این پیروزی بزرگ ماست. باز میگم خوبه، ولی بذار شعر ما رو بخونیم بعد. شعر من هرچی خدا به من میده من براتون میخونم، امیدوارم که خوشتون بیاد، زیاد ایرادم نگیرین که آقا فعل و فاعلش این بار اون بار بود. شعری که خدا به آدم داده، یعنی بچه کوچیک برای خدا میخونیم ما. میگی ای خداوند چی بگویم که ندانی، از که گویم از چه چیزی بگویم که تو که ندانی. همه نالن از دست شریران، ولی من ناله کنم از همه رفیقان. که زند خنجر را به ضعیفان، ای خدا باز بکن رحمت بی پایان را. که همه دست ها به سوی تو دراز است، به اسیری برند مرد و زن و کودک را. به زر کوشن در این عالم فانی، هیچ کس نرسد به داد فقیران جز تو خداوند دو عالم. ای خدا ناله دردمند این مردم بیچاره دوا کن، که ندارم به جز تو خداوند. پاک کن گریه این مردم بیچاره خداوند، پاک کن گریه این مردم بیچاره خداوند. که به جز تو ندارند پناهی خداوند. ای مسیح درد و درمان همه جز تو کسی نیست. پاک کن گریه این مردم بیچاره خداوند. به هر حال جلال از آن خداوند، شکر بر نام عیسی مسیح که دست پر از فیض و محبتش روی ما به ملت ایران باشه. به خداوند ملت ایرانو حقیقتا نجات بده تا این ملت یک نفس راحتی بکشن، واقعا یک نفس راحتی بکشن. تازگی هم که دیدین تو امریکا دو تا حزب چجوری بگیر پاچه همدیگر گرفتن. اون میخواد ترامپ بیندازه، اون که میخواد خودش بیاد. ولی ما ملت ایران ببینین روزی که جمهوری خواب بیفتن دموکراتا بیان، اون روز بدبختی ایرانی هست دوباره. به خاطر اینکه اوباما یادتونه که 3 میلیون 4 میلیون اومدین بیرون گفتین اوباما یا با ما یا با اونا، با شما شد؟ نه. دموکراتا اینقدر جمهوری اسلامی داره خرج میکنه، اینقدر پول میریزه که دموکراتا بیان. میاد اینجا مثلا جلسات تشکیل میده، میاد به هر نوی شده پول میریزه از این ور از اون ور که بتونه مثلا دموکراتا بیان بالا. میخواد دموکراتا وقتی بیان بالا میدونی چی میشه؟ جمهوری اسلامی میمونه،
شما ملتم هیچ کاری نمیتونین بکنین. ماشین کشتار جمهوری اسلامی بدتر میشه و تندتر راه میره، چون تحریما رو ور میدارن، پولا میاد و خوشحال نباشه این پولایی که از بیرون میاد، پول نفت میاد توی سفره شما میاد. اصلا همین الان شنیدین که زن چی گفت؟ من یمنم، من لبنانم، من سوریه هستم، من فلسطینم، من عراقم، من فلانم. یعنی میگه من گشنم اینجا، شما چرا پولا رو به اون میدی؟ بازم اگه دموکرات ها بیان باز بشه، پولا همه میره برای همین کشورها. به ماشین کشتار ایران، جمهوری اسلامی بر ایرانیا برا میفته. واقعا روز وحشت و بدتری رو من یکی میبینم. شما نگاه بکنید توی عراق الان اینجا شلوغ شده، همین سپاهی پاسدارا اینا رفتن با چی بیرمی تک تیر انداز از بالا میزنن مغزشون بچه ها، مغز بچه ها رو میزنن. این که الان کشور غریبه رفته به قول خودش داره اینجوری میکشه، بیاد همینا تک تیر اندازه از اون بالا میمونن میزنن. اگه ملت ما آگاه نباشه، اگه ملت ما همینجوری بیتفاوت باشه، بهتون قول میدم که زندگی خوبی در آینده نصیب ما ایرانیان نخواهد شد با آمدن دموکراتا. به ایرانیای عزیز که برنامه ما رو میبینین، ما رو سپورت بکنین خواهشن. این تلویزیونم، من البته توی تلویزیون دیگه هم میرم، پیام آرامش هم میرم، چون اونجا تو ماواره است، ولی امید جاویدان هم داره میره روی ماواره. حقیقتا کمک بکنیم به این تلویزیون. خداوند رویایی که با من داد، طبق اون رویا اومدم من جلو، به اون رویا رو دارم میرم جلو. حالا به من نداده، 10 سال خداوند این رویا رو داده که این دفعه باز شده این رویا که 300 نفر میخوایم کمک بکنم به ما. از $30 روزی $1 میتونیم به ما کمک بکنین، میشه مایی $30. 300 نفر سربازان جدون ما میخوایم. خداوند همین جدون 300 نفر برای من رویای من باز کرد، گفت که همین 300 نفر بایستی بیان کمکم بکنن که من بتونم برای ایران و کلام خداوند به ایران برسم تا ایرانی ها رو نجات بدیم. طبق کلام خداوند و طبق وعده خداوند در ارمیای 49، خداوند تخت پادشاهی خودش در ایران برقرار خواهد کرد. ایمان دارم، من ایمان دارم که خداوند وعده ای که میده یه ذره امکان داره طول بکشه، ولی سوخت سوز نداره. این رویای منه که خداوند به من داد، جدعون به من نشون داد، گفت با 300 نفر بهت کمک میکنن که با 300 نفر کلام منه به ایران برسونی. ما نفری 300 نفر میخوایم مای $30 به ما کمک بکنن، سربازان جدعون بشین که کلام خداوند به ایران برسونیم. به این کلام خداوند شما هم شریکین در نجات دادن جانهای مردم ایران، چون مردم ما احتیاج دارن به این کلام، چون اونجا دینی حاکمه که از شیطانه، دینی که میبینین مردم میزنه میکشه. در کتاب خودش هم نوشته که هر کسی که از من نباشه، مسلمون نباشه، باید کشته شه. 3 بار 2 بار بهش میگه اگه قبول نکرد باید سرشو بزنی. به دارن میزنن، مثل دایشی ها، مثل بوکوهران، مثل القاعده، مثل طالبان، مثل این همه دایه، همه گروه های تروریستی. چرا گذاشتن گروه تروریستی؟ مگه اینا مسلمون نمیگه ما خدا رو میپرستیم؟ این چه خداپرستیه که اینا رو تروریست گذاشتن؟ این چه خداپرستیه که تو آدم ها رو میکشی، سراشونو میبری، طبق اون کتاب خودت میبری، آیه قرآن هم میخونی؟ این چی خداپرستیه؟
ملت ما در واقعا روزهای حساسی به سر میبریم. ایمان دارم که شما اگه خدای زنده رو بشناسیم، به دست دعا و نیاز به سوی این خدای زنده بکنین، از این شیطان پرستی، از این بت پرستی، از این بارگاه پرستی و نمیدونم مرده پرستی بیاین بیرون، 100% روزهای خوبتون زودتر میاد. شما نگاه بکنین عربستان 70 سال پیش صحرا بود، ببین چی درآمدی داره الان. یه دونه کعبه اونجا گذاشتن میگن خانه خداست، که نیست، کلی درآمد از اون دارن. شهرهاشونو فانتزی کردن، شهرهاشونو دارن زناشونو آزاد کردن. ما حالا تازه پیروزی ما اینه که توی اون زندان ورزشگاه آزادی بشینیم 200 نفر 250 نفر توی اون زندان اصلا میله زده است، نمیتونی قشنگ فوتبال نگاه بکنی. این پیروزی بزرگ ماست. زنا اونجا وزیر داده تو امریکا زن فرستاده، اونی که معدن اسلامه به قول خودش. امارات 50 سال پیش صحرا بود، همه جا صحرا بود. حالا که برین نگاه بکنین، بزرگترین درآمدش گردشگریه که از کشورهای دیگه میان اونجا ویزیت میکنن. ما که یک کشور خدادادی زیبا عالی، این همه معدن پول خداوند به این کشور داد، ما چرا اینجوری بیفتیم روز به روز تو سر ما بزنن، روز به روز بدبختر و بیچارتر بشیم که یک عده آخوند، یک عده آدم کشت جانی بیان اونجا روی ما حکومت بکنن، ما رو بکشن، ما هم وایسیم نگاه بکنیم. همینجوری میگیم امروز با من که کار ندارم، بلش کن، فردا با تو کار دارن. امروز با تو کار ندارم، فردا با تو هم کار دارن، با تک تک شما کار دارن. شما فکر میکنین اینا با همه تون، ببین اینا آمدن هیچ مهم هم نیست براشون. تو سوریه 10 میلیون آدم رو چی کشتن، چی آواره کردن. 1 میلیون رو کشتن، نمیدونم 500 هزار نفر، 1 میلیون رو کشتن، 10 میلیون 9 میلیون آواره شدن. این همین اینا رفتن اونجا. تو عراق دارن میکشن، اصلا برای اینا مهم نیست که شما خوب زندگی بکنین یا نه. اینجا رو داشته باشیم، بریم یک سرود گوش بدیم، برگردیم به شما عزیزان. میخونم فقط تنها عشقا میساز، مسیحا چقدر پاک و بیدهاز، پناهم تو هستی، توی قوتم مسیح جان من، عشق من ثروتم. توی دنیا ما دور از آرامشی، نباید که آلوده این بشی، باید پر بشیم ما ز روح مسیح، مبادا که بی لمس اون گم بشیم. تو دنیا فقط درد هست و گناه، توی شادی آشم میبینی خطا، خدایا فقط عشق تو کامله، بنازم به این عشق بی انتها. خدایا فقط عشق تو کامله، به نازم به این عشق پاکت با ما. خدا شو ببین قدرتو، توی دنیا ما
شناسی، مبادا که بی لمس اون گم بشی. تو دنیا فقط درد هست و گناه، توی شادی آشام میبینی خطا. خدایا فقط عشق تو کامله، بنازم به این عشق بی انتها. خدایا فقط عشق تو کامله، بنازم به این عشق پاکت بابا، بنازم به این عشق بی انتها، بنازم به این عشق پاکت بابا. با درود دوباره به ملت عزیز ایران، امیدوارم که هر جای دنیا هستین دارین برنامه رو ما میبینین، امیدوارم که نشستین چاییتونم دارین، به یک چایی بذارین از کلام خداوند گوش بدین، چون کلام خداوند حقیقتا راه گوشای زندگیه. باور بکنین همه، ببین این زندگی، این آشوبای زندگی که الان در تمام دنیا وجود داره، دیکتاتوریایی که الان تو تمام کشورها هست، بدبختیایی که تمام کشورها الان دارن، به خصوص خاورمیانه، به خصوص میدل ایست، همه ناشی از اینه که رای کج میرن، خدا رو نمیشناسن. شما وقتی خدای انجیل رو شناختید دیگه به بت دعا نمیکنین، به مرده دعا نمیکنین، به رای کج نمیرین. خدا خدای شادی هاست، این خدایی است که مثل یک بابا سرپرست خانواده است. ببین چجوری بچه هاش آزادانه تعلیم میده و آزادانه میگه زندگی بکنین. این خدا همونه، خداوند ما عیسی مسیح هم همونه، دیروز و امروز و فردا همونه. خداوندی که آمد روی صلیب به خاطر من تو، بر خاطر گناهای من تو روی صلیب رفت، خونش ریخت تا گناه من تو رو پاک کنه. خداوندی که نشون داد که یک رهبری هست که جان خودش برای ما داد، جان خودش دریغ نکرد. همین حالا هم دیروز میگم امروز و فردا همونه. شما همین حالا به نام عیسی مسیح دعا بکنین، خداوند به شما آرامش میده، خداوند گره از مشکلاتتون شما را از مشکلات بیرون میاره، گرهاش باز میکنه. فقط با این خداوند باید راه رفت و همه چی رو سپرد دست این خداوند، چون میدونیم که این خداوند همه کار برای ما انجام میده. میخوام امروز از اشعیای 24 براتون بخونم. باب 24 میگه خداوند زمین را ویران میکند. اینقدر در زمین بدبختی و بیچارگی و بت‌پرستی شده، اینقدر خدا را رد میکنن که خدا میگه من یک روز این زمین را ویران میکنم. یک روز با آب، یادتون زمان نوح با آب، البته من و شما یادمونه توی کتابا خوندیم، زنده نبودیم که یادمون باشه، به هر حال با آب تمام زمین رو پوشون، همه آدم ها رو کش، بقیه 7-8 نفر زنده موندن. حالا دیگه گفت با آب اینجا رو مردم از بین نمیبرن، بلکه میبینین زمین لرزه های عجیب، سونامی های عجیب، از آسمان میبونم بادهای عجیب، اصلا ویرانی های عجیب که سابقه نداره. یعنی دنیا داره نشون میده به پایانش. میگه خداوند زمین را ویران و متروک خواهد کرد، پوستش را خراب کرده، ساکنانشان را پراکنده خواهد ساخت، همه به یک سرنوشت دوچار خواهند شد، کاهن، غیر کاهن، نوکر، ارباب، کنیز، خاتون، خریدار، فروشنده، قرض دهنده، قرض گیرنده، برنده، بازنده،
همه کل جمن. میگه زمین به کلی خالی و غارت خواهد شد، این را خداوند فرموده است. شما میبینین الان داریم میرین تو جاده، مثلا بغل کوه، یه دفعه میبینین کوه از وسط نصف شد اومد تو جاده نصفش. تو این سایدهای مجازی میبینین که شما نشون میده در کشورهای مختلف اینجوری میشه. همین امریکا میشه، همه جا میشه، تو ایران هم میشه. سیلای عجیب شمال سابق اینقدر رودخونه داشت، سیل میگرفت، بارون میومد، هفت روز هفته بارون میومد، سال هر روز بارون میومد، سیل نمیگرفت، آب گرفتگی نداشتیم. ولی الان آب گرفتگی داریم. همه سیل، مثلا گل پارسال اومده بود استان و گلستان و کلی سیل شهرها رو در برده بود. اینا نشان دهنده اینه که خداوند ناراضی از دست این مردم. میگه ای کاش، چند بار گفته توی کلامش، ای کاش هرگز من انسانها رو نآفریده بودم. میگه زمین خشک و پژمرده میشود، یعنی دیگه همه جا صحرا بشه، خشک بشه. تمام این آتش سوزی ها که میاد، هکتار، هزارون هکتار میسوزونه، همه خشک میشه، تمام کوه دشت همه خشک میشه رو آتش سوزی ها. اینا بلاهای طبیعیه که داره میاد. و بلندی های آن پست میگردد، همینی که الان گفتم کوهای یه دبه همه میریزه، از وسط نصف میشه. میبینی اصلا بعضی موقع زمین و یا کور نشون میده کیلومترا، مایلا از وسط نصف شده. من نمیدونم چند متر زمین دهن باز کرده. مردم روی زمین از احکام و امر خدا سرپیچی کردن. وقتی همه بت پرست شدن توی این دنیا، همه میرن مرده پرستی میکنن، بت پرستی میکنن. توی هند هزارون نمیدونم دین برای خودشون دارن، حتی حالت مردونه رو میپرستن. آخه دیگه واقعا این فکری انسان نمیدونم به کجا میره. نمیدونم اینی این آخونده چجوری همش در فکر کمر پایین هستن. با دختر 6 ساله، 8 ساله، 9 ساله میتونی زنا بکنی. فایش خونه باز میکنن، هم میگن که ما این خانه افافه، برای خدا داریم کار میکنیم. نمیگم فایش خونه است، فایش خونه است تو مشهد، توی همون قبر رضا، بغلای همون، هر جا باشه زن اونجا هست. این زمان قدیم یه میگفتم مامان اونجا هست، بعد اون بچه ها همه دخترها رو داره، نمیدونم برای این سیغی میکنه 2 ساعت، برای یک ساعت اون سیغی میکنه، برای نیم ساعت سیغی میکنه، بده میده به این مرد، به اون مرد. میشه فاحش خونه. خیلی اسمهای دیگه هم داره، میشه فاحش خونه. مردم روی زمین از احکام و امر خدا سرپیچی کرده، عهد جاودانی او را شکستن. از آدم و حوا عهد خداوند را شکستن، دو دستی سرقفلی زمین دادن به شیطان و شیطان داره جولان میده در زمین. عهد جاودانی او را شکستن، بنابراین جان دوچار لعنت شده است. خدا داره میگه، باز من میگم خدا نکنه روزی که خداوند زمین رو لعنت بکنه، انسان ها چی بدبختی الان میکشن، بدتر از این باید بدبختی بکشن. ساکنان آن تاوان گناهان خود را پس میدن. ما به خصوص تاوان بت‌پرستی های خودمون داریم میدیم و یک رژیم بت‌پرست آوردیم سر ما، نشوندیم که فقط بت‌ها رو تزیین میده، خدا رو کار نداره. هر چی مرده است، مثلا 800 تا امامزاده بود، الان شده 12000 تا امامزاده. هر سنگی میگیرن اونجا رو درست میگن، میگن اینجا یه درختی میگیرن اینجا رو درست میگن، میگن اینجا امامزاده است. اینی میگه خداوند، ساکنان آن تاوان گناهان خود را پس میدن.
وقتی اینجوری همه جا، نه ایران، همه جا، آمریکا، خاورمیانه، اروپا، اینور اونور، همه جا شیطان پرستی زیاد شده، بت پرستی زیاد شده. نشان دهنده آخر پایان این زمینه، نشان دهنده پایان کار این زمینه. میگه زمین سوخته و ایده کمی از مردم باقی میمانند، بیشترشون نابود میشن. چقدر خوبه ما با این خداوند را بریم، بهشت خودمون رو تضمین بکنیم. پاسپورتی که دستتون است، ویزای اون طرف بگیرین راحت. خداوند هم از که زیاد از شریعت دیگه شما رو آورده بیرون، نمیگی دیگه شریعت نمیدونم فلان بکنین، هر روز به طرف یه نفر بایستین نماز بکنین، به وقت نمیدونم دعا بکنین. نه، آزاد، هر وقت دلت میخواد دعا بکن، هر وقت دلت میخواد روزه بگی، هر وقت دلت میخواد با این خدا صحبت بکن. محصول انگور کم شده، شراب نایاب گردیده آنان. البته اینجا شراب الان زیاده، این اون موقع میگفت. آنانی که شاد بودن اکنون غمگینن. مردم شادی، ببین شاد بودن غمگین، ببین مردم شادی هم دارن ولی درونشون فقط ظاهر شادن. بیشتر مردم میبینیم مردهای متحرکن، باور بکنیم بیشتر مردم مردهای متحرکن. میبینیم مثلا شادی میکنه ولی در درونش خالی خالیه، هزار غم و بدبختی داره در درونش. ما مردم نگاه میکنیم میگیم این ثروتمنده، اون پول داره، اون خونه داره، اون فلان کار داره همه، ولی باور بکن درونشون پوچه. میگه در شهر هرج مرج است، مردم در خانه خود را محکم میبندند تا کسی وارد نشود. سابق درهای خونه همه باز بود، مردم یه حرفی که میزدن روی حرفشون میموندن، قولی که به هم میدادن رو قولشون اجرا میکردن. حالا که میبندن درهای، همینی میگه در شهر هرج مرج است و مردم در خانه های خود را محکم میبندن تا کسی وارد نشود. سابق درها باز بود، میمون میگفتن حبیب خداست بیا تو، حال دیگه هم میبندن، سقفله میکنن، کاری نداشته باشی بالاشون هم سیم خاردار میزنن، با برق هم وصل میکنن که کسی دست بزنه برق بگیره بکشه. باور بکنین الان شما خودتون در ایران دارین میبینین اینا رو. اگه تظاهرات بشه مردم نمی درانشون رو باز نمی کنن، مردم نجات بدن بیانرم تو. اینقدر ما بیرم شدیم. در کوچه ها فریاد آنانی به گوش می رسد که به دنبال شادی ها می گردن. همه غمگین، بدبختی، بیچارگی. شادی ها می گه از بین رفته و خوشی ها از روی زمین رخت بربسته است. این شادی های موقتی رو شما نمی بینید. خدا نیاره اون روزی که زمین می خواد به ویران بشه، در متا 24 میگه خداوند آخر زمان از آسمان چی بدبختی، چی بیچارگی، خورشید تار میشه، از آسمان نمیدونم سنگای میریزه، آتیش میریزه. همون میبینین شما الان یه سنگ اگه از جب بیاد بیرون مثل اتم میمونه میاد پایین، وقتی میخوره به یه جای زمین کلی خرابی ببار میاره. شهر ویران گشته و دروازه های شکسته شده است و از بین رفته است. در تمام ممالک دنیا این اتفاق خواهد افتاد. الان ببین توی خاورمیانه اینجور گرفتاریه، ولی خدا میگه در تمام ممالک دنیا این اتفاق خواهد افتاد. ناامنی، بدبختی، داغون شدن. اینجوری امکان داره امنیت دارن الان؟ مثلا توی شما ندیدین کالیفرنیا پارسال آتش سوزی شده بود؟ چقدر یک ماه نتونستن مار بکنن آتشو. در کانادا، در استرالیا، در نمیدونم اروپا، همه جا میبینین.
بدبختی در همه کشورها داره میاد. این خداوند همین میگه در تمام ممالک دنیا این اتفاقا خواهد افتاد. دنیا مانند درخت زیتونی خواهد بود که تکانیده شده باشد، یا خوشه انگوری که میوه‌اش را چیده باشند. یعنی زلزله‌های عجیب، سونامی‌های عجیب. کسانی که باقی بمانند از شادی فریاد خواهند زد و آواز خواهند خواند. ایده همون اول که گفت ایده کمی مردم میمونن، اونایی که میمونن میگه شادی میکنن. بس چقدر خوبه امروز تو به انجیل عیسی مسیح ایمان بیاری، با این خدا را بری که فردا اون شادی در صورت تو باشه. با شادی اینی که کسانی که باقی بمانند از شادی فریاد خواهند زد و آواز خواهند خواند. آنان که در غرب هستند بزرگی خداوند را خواهند دید. در غرب هستند خواهند ستود، و آنانی که در شرق هستند او را سپاس خواهند گفت. خداوند را خواهید دید که از آسمان می آید. عیسی مسیح 2016 جنوری 2016 به خوابم اومد، در رویام گفت که انجیل بسکو بگو به همه، به زودی من خواهم آمد. اینا این هشدارهایی که همه کشیشان خادمین دارن میدن، اینا همه رویا میبینن، همه میبینن. خداوند داره با همه اینا صحبت میکنه. این پیام ها رو به شما میدن، پیام بگیرین، نکنه غافل از این پیام باشین. وقتی نابود شدین، این زندگی رو اینجا رو از دست دادین، بالام اون طرف هم از دست دادین. ببین این جان ما، این بدن ما چی ارزشی داره؟ 70-80 سال، 90 سال، بعضی ها خیلی زودتر میمیرن. خیلی دیرتر بمیرین 90 سال، چش به هم بزنی 80-90 سال، 100 سال رفت، بعدم باید از این جسم خارجی بری اون دنیا. اون دنیا بعد مادام العمر جسم جدید خداوند به تو خواهد داد. در اون دنیایی که خدا برای همه این زمینی ها درست کرده، زیباترین بهترین شهرها و کشورها برات داره. خیلی ها میگن با اینا همه افسانه است. باور بکنین افسانه نیست، باور بکنین افسانه نیست، حقیقته، حقیقته که خدا داره میگه. اینا هشدارهایی هستن که مردم دارن به شما میگن، اینا هشدارهایی هستن که خادمین مثل من میان به شما میگن. خدا بی خود نمیاد با ما صحبت بکنه یا با خادمین دیگر. اگه شما هم امروز به عیسی مسیح ایمان آوردی، خدا با شما هم صحبت میکنه. کسی که با عیسی مسیح را میره، خداوند با اون صحبت میکنه، از آینده بهش میگه. ساکنان جزیره نیز خداوند خدای اسرائیل را پرستش خواهند کرد، و از سرزمین های دوردست صدای مردم را خواهیم شنید که در وصف خدای عادل سرود خواهند میخوانند. اونایی که زنده موندن با خدا را رفتن، سرود و حمد و خداوند، ستایش خداوند به جا میارن، چون میفهمن که این خداوند کیست. هیچ سختی هم نداره این خداوند. به نظر من بهترین خداوند، بهترین آفرینندگان دنیاست. یعنی واقعا اون بت‌ها رو به ما معرفی کردن، همه نابودی زندگی ما رو میخوان، ولی این خداوند خوشی زندگی ما رو میخواد. میخواد ما خوش باشیم، هم از درون، هم ظاهری، هم باطنی. میگه اما افسوس، افسوس، دوبار میگه خداوند افسوس، افسوس که بدکاران و خیانتکاران به شرارت خود ادامه میدن، مثل جمهوری اسلامی، مثل اردوغان، مثل بشار اسد، مثل دیکتاتورهای دیگه. ملت ها رو میکشن به خاطر مال این دنیا، به خاطر دو روز این دنیا، به خاطر مقام این دنیا. فکر کنم مقام و موقعیت این دنیا ابدالدره. نه بابا، ابدالدر نیست. اینقدر سری میگذره، 80-90 سال زندگی میره. الان این خامنه ای داره میمیره،
ببین چیز گذشت دیگه، بالاخره وقتش گذشت، داره میمیره، بالاخره همین زودی میمیره. چی دید از زندگی خودش بجز که چوز چهار دیواری؟ از همه چی میترسه، حتی از سپاهیای خودش میترسه، از کارمندایی که خودش داره میترسه از اونا. شما میرین وقتی میرن پیششون صحبت بکنن، صفحه اول و دوم با خودشه، از صفحه سوم تمام این محافظینش روبروی اونا هستن که اونا حرکتی انجام ندن، نقان اینه بکشن. از ترس اونا رو روبروی اونا نگهد میدارن. چی فایده داره؟ واقعا چی فایده داره این زندگی؟ این زندگی شما داری میکنین؟ هم بر مردم ایران ظلم دارین میکنین، هم به خودتون هم ظلم دارین میکنین، خودتون هم دارین زندگی نمیکنین، فکر میکنین زندگی دارین میکنین. میگه اما افسوس، افسوس که بدکاران و خیانتکاران به شرارت خود ادامه میدن، این مرا غمگین و ناامید میکند. خداوند اینه داره میگه، دل خداوند میسوزه اینایی که فرزنداش آفریده تو این دنیا این بشر رو که به رای خوب پرستش خود پدر برن، میرن بت پرستی میکنن، میرن هزارون کار دیگه میکنن، جنایت میکنن، شرارت میکنن، میکشن، میزنن برای مال این دنیا، برای دو روز خوشی این دنیا. خداوند جلوت نمیگیره تو خوشی بکنی، ناراحت هم نمیشه که فرزندش خوش باشه، ولی خوشی که نه به مردم دزدی بکنی، مال مردم بدزدی، نه اینکه مردم بکشی، نه اینکه برای مقام غارت بکنی، بلکه میخواد که زندگی سالم داشته باشی و شاد باشی در زندگی، شادی بکنی با این خداوند را میری، بهت شادی میده این خداوند. وقتی به یه نفر میگی مسلمونه، میگه عیسی مسیح خداوند نیست، نمیدونم بنده اما الله است. بابا الله خدا نیست. تو اگه بری بخونی میدونی که الله بوتی بود در کعبه که عبدالله پدر محمد نمیدونم اون بتخونه رو داشت، عبد اون بت بود، نمیدونم اونجا نگهبان اون بت ها بود. بریم بخونین حداقل دو تا کلمه از یه جایی بفهمین، توتیوار را نرین. همین که شما میگین پیغمبر اولوعزم، میگن پیغمبر اولوعزمتونه، میگه درست پیغمبر همین، خود چرا مردم میکشین اگه به این پیغمبر ایمان بیاره؟ میگه بنده خدا، خیلی خوب بنده خداست، آدم خوبی بود، پیغمبر بود نبود؟ میگه پیغمبر بود، همین پیغمبر رو فالو بکن. این مرا غمگین و ناامید میکند. ای مردم دنیا بدانید که ترس و گودال و دام در انتظار شماست، ای شریران، ای قاتلان، ای دزدان، ای آدم کشان. خداوند داره به شما میگه اگر از ترس فرار کنید در گودال خواهید افتاد، و اگر از گودال بیرون بیایید در دام گرفتار خواهید شد. میگه از آسمان رای فراری برای شما نیست، از آسمان به شدت باران خواهد بارید. میبینیم باران ها رو داره میباره، اینجوری سیل همه جا رو میگیره. خدا در 3000 سال پیش یه حرف زد، 3000 سال پیش همچین روزی رو وعده میداد خداوند به شما، ولی کی گوش شنوا داره؟ به دزدی و شرارت خودشون، به مقام و خودشون می نازن. واقعا شما رهبران جمهوری اسلامی باید گریه بکنین از این زندگی که دارین. شما فکر میکنین زندگی خوبی دارین؟ شما فکر میکنین فرزنداتون دزدی کرده در کشورهای خارج دارن زندگی میکنن؟ باور بکنین زندگی نمیکنن، اونا نابودی خودشونو میبینن. نمیشه چند سبایی با پول زندگی کرد، خوش زندگی کرد، یه جا تقاضاش پس میدین.
از آسمان به شدت باران خواهد بارید و اساس زمین تکان خواهد خورد. زمین در هم خواهد شکست و خرد شده از هم خواهد پاشید. ببین وقتی سنگای آسمانی از بالا بیان وقتی میزنن، شما نگاه بکنید اگه یک سنگ خارج از جو اگه بیاد، مثلا فکر بکنید مثلا 100 متر در 100 متره، اگه بیاد بیفته توی یک شهر، توی یه جا بیفته، میدونی چی نابودی بیان؟ اگه بیفته توی دریا اصلا مثل بمب اتم میاد. وقتی وارد جو میشه آتش بمب اتم با سرعت میاد. وقتی بیفته توی یه دریا میدونی همه جا رو آب میگیره؟ یا بیفته روی خشکی کلی نابود میشن؟ اینا رو خداوند 3000 سال پیش گفته، الان موقعشه، الان دیگه همه موقعشه، همه چی رو داریم میبینین. شما از این ماورا همه چی رو داریم میبینین. زمین مانند مستی است که افتان و خیزان را میرود و مثل خیمه است که در برابر طوفان تکان میخورد. این طوفان ها رو داریم میبینین، با سرعت 400 کیلومتر داره میاد میزنه همه جا رو. دنیا زیر بار گناهانش خم شده. 8 میلیارد آدم وجود داره، 1 میلیاردش خداپرست نیستن. حالا بگیریم 1 میلیاردش خداپرست، 7 میلیاردش خداپرست نیستن. میگن همه افسانه است. بابا برین سرچ بکنین توی گوگل، اونایی که مردن زنده شدن رفتن اون دنیا اومدن، برین توی اون بیمارستانا شفایی که عیسی مسیح داده پرونده هاشونو بیارین بیرون. که سرطان داشته مرده به نام عیسی مسیح شفا پیدا کرد. اینقدر نگیم من باور نمی کنم، من باور نمی کنم. برین سرچ بکنین، برین تحقیق بکنین یه ذره. فقط حرفی میگیم من باور نمی کنم، چون علم داره پیش. خداوند این علم به انسان داده که انسان پیشرفت بکنه. خداوند عاشق فرزندانشه که پیشرفت بکنن، از این مغز استفاده بکنن. از این مغز الان 11%، 10%، 8%، 9%، 12% استفاده میشه از 100%ش. دنیا زیر بار گناهانش خم شده و یک روز خواهد افتاد و دیگر بر نخواهد خواست. هشدار خداوند جدی بگیرین ای مردم دنیا، ای مردم بخصوص ایران، هموطن من که داری بت پرستی میکنی، فکر میکنی داری خدا پرستی میکنی. در آن روز خداوند نیروهایی را که در آسمان هستند قدرتمندان و قدرتمندانی را که بر زمین حکومت می کنند مجازات خواهد کرد. از آسمان خداوند بر اینا آتش می بارونه. به همین آدم های جنایتکار شرارت می کنند، آدم کشان، دزدان، قاتلان. آنها مانند اسیرانی که در سیاه‌چالا زندانی هستند نگهداری خواهند شد تا روز محاکمه فرا رسد. عیسی مسیح گفت بعد از من پیامبران دروغین زیادی خواهند آمد، به خصوص پیامبرانی که ایده بسیاری را برای منحرف میکنه. از این یک ایده بسیار کست پیامبره که خداوند میگه پیامبران دروغی میاد. پیامبران دروغی کیه؟ کیه که 1,400,000,000 آدم و طرف خودش داره؟ کیست؟ مگه محمد نیست؟ 1,400,000,000 آدم اینا رفت داده و همیشه هم افراد اینا در همه جا دارن می جنگن، آدم می کشن. از صدر اسلام تا حال همش دارن می کشن. کارشون کشتار و ویران کردن و دزدیدنه. آبادی خبری نیست درشون، عشق خبری نیست، محبت خبری نیست، معجزه اصلا حرفش نزن.
هیچ چی خبری نیست در اینجا. خود محمد هم هیچ معجزه ای نداشت، خودش هم داشت میمور نمیدونست کجا میره. ولی من که خادم کوچیک خداوندم، اگه بمیرم میدانم کجا میروم، چون خدا به من قول داد. خداوند عیسی مسیح به من قول داد وقتی از این جسم جدا شدی یک راست پیش پدرم هستی. خداوند گفت پیش پدرم جا بسیاره، من میرم برای شما جا اونجا تعیین میکنم. خوشا به حال آن کسی که امروز هشدارهای خداوند میگیره، صحبتهایی که ما میکنیم میشنبه و از این کلام استفاده میکنه. هیچ ریاضت هم نداره خداوند پرستش کردن. اینقدر آسون ساده است با این خدا را رفتن، اینقدر آسونه. نه نمیدونم رو به طرفی باید باشی نماز بخونی پنج بار، نه به رو به قبری بری اونجا بیفتی زجه بکشی، هیچی. هر جا دوست داریم با این خداوند راز نیاز بکن، قلب تو باز بکن برای این خداوند، باش راز نیاز بکن. این یک فرزند با پدرش یا یک رفیق که با رفیق دیگرش صحبت میکنه، درد دل میکنه. تا روز محاکمه فرا رسد، ما تاریک خواهد شد، خورشید دیگر نور نخواهد داد، زیرا خداوند قادر متعال سلطنت خواهد کرد. او بر کوی صهیون جلوس فرموده در اورشلیم حکومت خواهد کرد. حالا شما یه بگیم مرگ بر اسرائیل. کوی صهیون اورشلیم خدا انتخاب کرده که وقتی زمین داغون بکنه آدمای شریر از بین ببره، اونجا جلوس بکنه، حکومت خودش اونجا بذاره. و رهبران دنیا شکوه جلال او را خواهند دید. تمام دنیا این خداوند میبینن وقتی داره میاد، وقتی جلوس بکنه در اورشلیم، همین میبینن. اینو 3000 سال پیش خداوند گفت، بعد از 1000 سال، بعد 2000 سال پیش عیسی مسیح اومد در متی 24 در همه جا تعلیم داشت میداد، گفت به همه گفت. امروز بیا به این عیسی مسیح ایمان بیار، بیا قلبتو باز کن برای یک بارم شده، بگو یه عیسی مسیح واقعا من میخوام امروز به زندگیم وارد شی. فکر خسته شدم از این زندگی، میدونم که برای گناهان من روی صلیب رفتی، میدونم که با خونت گناهان من پاک کردی. خداوند به من نشون بده، امروز بیا خداوند زندگیم بشو، تا واقعا از این گرفتاری ها بیام بیرون، از این بت‌پرستی ها، از این شکاکی ها. خداوند منو آگاه بکن، فرمانده زندگیم باش، پادشاه زندگیم باش، حضور تو رو میطلبم خداوند. امروز به من نشون بده، من گیجم خدایا. به هر حال نوشته وقت تمام شد دیگه، یاسر جان ما از این بعد دیگه به ما کارت قرمز نمیده، فقط کارت زرد میده، چون کارت قرمز ما رو بیرون میکنه، به خاطر همون دیگه کارت زرد میده. دستش در نکنه، کارگردانی کرده برنامه های ما رو. به یادتون باشه به ما کمک بکنین خواهشن. ما 300 نفر آدم ها رو میخواییم مثل جدعون با ما باشن برای رساندن کلام به پیروزی خداوند در ایران. هر نفری 30 دلار هم به ما بدین، هر چی بیشتر هم میخواییم بدین، 50 دلار بدین، اون کسی که داره 100 دلار بده، اون کسی که نداره کم داره 30 دلار بده. 300 نفر آدم میخواییم ما. دست شما همه گی در نکنه، واقعا نشستین. مرسی که برنامه های ما رو میبینین و از تعلیمات ما اگه لذت میبرین ما رو سپورت بکنین. دست خدا با تک تک شما عزیزان باشه. تا هفته دیگر، بدرود. تا درودی دیگر، مرسی که ما رو نگاه کردین.